السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد دوستان عزيز، سينس بتوفيق الله سبحانه وتعالى آغاز میکنیم درس 11 را از درس سمستر عقیده، از در مضمون عقیده از سمستر 4. دوستان عزیز، در چند درس گذشته ما خواندن عبارات و مرور سریع بر عبارات را آغاز کرده بودیم تا که همه مشکلات شما همراه کتابتان حل گردد و کدام اشکالی نداشته باشین. بسیار کوشش نهایی خود میکنیم که حرف حرف را برای شما ترجمه کنیم که شما هیچ اشکال نداشته باشین. میریم به طرف عباراتی که از خواندن مانده بود. خب دوستان عزیز، ما در اینجا رسیدیم. گفته که و یدل علی هذا الاصل حدیث اسامة بن زید رضی الله تعالی عنهما، بر ای اصل حدیث اسامة بن زید رضی الله تعالی دلالت میکنه که یک دفعه حدیث خواند مثلا وزی میشه و گفته قال بعثنا رسول الله صلی الله علیه وسلم فسبحنا الحرقات بن جهینه فادرکت رجلا. خب قصه چنین هست که فقط ما و شما مکلف به خواندن کلمه هستیم، دیگه به قلب کسی کار نداریم. اگر به این مسائل مداخله کردیم، دیگه دین و دنیای ما و شما از بین میره، بدگمانی به وجود میآیه، انتشار به وجود میآیه و بدگمانی که هست بنیاد و اساس یک معاشره و مجتمع را از بین میبره. خب او میگوه که ما رفتیم تا کدام جنگ و غزوه رفته بودن، مردم کافر بودن. بعد از اون میگوه که ما با کدام کافر روبرو شدیم. ببینین فادرکت رجلا، ما رسیدیم به یک انسان. فقال لا اله الا الله، و گفت که لا اله الا الله. فتعنته، فوقع في نفسي من ذلك. اورا زدیم، تعن به نیزه زدن گفته میشه. وقتی که گفت این کار کردیم، در قلب و در نفس ما کدام تشویش پیدا شد که کار غلط کردیم. و این تقاضای ایمان سلیم هست. کسی که ایمان داشته باشه، دوستان عزیز، شما خود را تجربه کنین کدام کاری گناه که انجام میتین دیگه پشیمان میشین، قبل شما غمگین میشه، نفس شما تنگ میشه که چرا یک کاری گناه را انجام دادیم. طوری که صحابه کرام ایمانش بسیار قوی بودن، حالت یک چیز باید داشته باشین، حالت جنگی و تا حالت عادی بسیار فرق میکنن. شاید هر کدامتان یک وقت یک جنگ کرده باشین یا مرحله وارد مرحله شده باشین که تقریبا مرحله جنگی هستی، که باز الفاظ که دی وقت از دهان شما میبرایه و حرکات که انجام میتین طبعا حرکات عادی نیست و حرکات الفاظی نیست که در وقت عادی از دهان انسان میبرایه. خب خصوصا باز کسی که در حالات جنگ باشه و نیروهای جنگی و مردم، بالکل حالات روحی و روانیش دیگه خصمی هست. خب او میگوه که کلمه گفت و ما او را چون که من محله و مردم کفار بودن، ما او را زدم. باز در دلم یک چیز واقع شد، فذکرت اولی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، که سر به نبی علیہ وسلم بیان کردیم. باز ببینیم که رسول الله هم چی گفته برایش. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اقال لا اله الا الله و قتلته. آیا او لا اله الا الله گفتن و شما او را قتل کرده؟ قال یا رسول الله انما قالها خوفا من السلاح. گفته شد برایش که ای پیامبر الله، بس از ترس لا اله الا الله گفتن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افلا شققت عن قلبه حتى تعلم قالها ام لا. آیا شما دلش پاره کردین و باز فهمیدین که را از ترس سلا گفته، یعنی کلمه حقیقی نیست، یعنی دلش پاره کردین. فما زال یکررها، ایراب تکرار میکردن
كي أفلا شققت عن قلبي حتى تعلم أن أقالها أم لا. يكررها تكرار مكاد وبسيار قهر شده برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. تا اینکه او میگوید که ما یارزو کردیم که کاش که امروز ایمان را می آوردیم و امروز مسلمان می شدیم. مطلبش این هست که کاش که امروز مسلمان می شدیم و این گناه از پیشم سر نمی داد. حالا ببینین یک معیار است، حتی در قرآن هم به این مسئله اشاره شده که کی هست که قلب انسان را ببینه و سینه انسان را فرق کنه، از قلبش بفهمه که نیت داره و این نیت نداره، و از دل گفته و از دل نگفته. حتی یعنی بعضی از جهال، بعضی از گروه ها یا افراد جهال در بعضی از گروه ها که منصوب به اسلام هستند، ما دیدیم و شنویدیم که به مردم گفته که شما روزه نمیگیرین، اما این رمضان میگه که من روزه گرفتم، قسم میخوره، باز حتی این را لطم کردن. چون که مشهور می بود که انسان مثلا انسان خوب نیست و در معاشره تو شده که روزه خور هست. خب وقتی که تو میری میگه روزه نمیگیریم و میگه که من روزه میگیریم، دیگه با تو چی؟ معاملهش با الله هست. میگه من روزه میگیرم و حتی حق قسم دادن، سوگند دادن هم در حقوق الله جایز نیست که به کسی شما سوگند بدین که تو قسم بخور که تو روزه میگیری، یا تو قسم بخور تو نماز میخونی. کسی میگه که من میخوانم نماز، کسی میگه که من روزه میگیرم، دیگه میفهمم معاملش با آدم میفهمم. تب جهالت ها وجود داره در معاشرت که به نیت مردم مداخله میکنه، به اراده مردم مداخله میکنه و همین سخن ظاهری مردم قبول نمیکنه. ایره باید داشته باشین که در حقوق بنده ها صحیح قسم وجود داره، کسی متهم به سرقه و دزدی هست، اما در حقوق الله سبحانه و تعالی کسی حق نداره در طبق احکام فقهی که کسی را قسم بده که تو قسم بخور که تو نماز میخوانی، تو قسم بخور که تو روزه میگیری، یا فلان و یا علم. خب به این ترتیب افلا شققت عن قلبی کلمات باید تنیز دی همگی باشه. فیدل قول علیه السلام افلا شققت عن قلبی هی اننا مکلفون بالعمل بالظاهر، ما مکلف استیم به عمل که در ظاهر است و ما ینطق به لسان و کسی که به او نطق تلفظ میکنه، اما القلب دل که هست فلیس لنا طریق الى معرفت ما فیه، برای ما هیچ راه نیست که ما بفهمیم که در دل چیست. خلاص دیگه استخوان تا اینجا ختم شد. مسئله دیگه که ما شما داشتیم زیادت ایمان و نقصان بود، نقصان ایمان بود، و یک مرور سری میکنیم این مسئله را ذکر کنیم برای شما. و این مسئله به مسئله که گذشت باید تعلق داره و بناء على ما تقدم من اختلاف الفريقين السابقين، و بنا برای که برای شما تیر شد اختلاف از دو فریقی در تحدید مسمای ایمان، اختلاف ایدن فی قضیت اخرى در مسئله دیگه اختلاف دارن، یه زیادت ایمانی و نقصه، که آیا ایمان زیادت را میفذیره قبول میکنه یا نمیکنه. فمن ادخل العمل فی مسمای، و کسی که عمل را در مسمای ایمان داخل میکنه جزش میدانه، مثل جمهور قال بذلك، گفتن که ایمان زیادت و نقصان میفذیره، چون که عمل یا زیاد میباشه یا کم میباشه. و من قصره هو على الاقرار و تصدیق، کسی که محدود کردن ایمان را، تعریف ایمان را، یکان ایمان را بر اقرار و تصدیق، لم یقل بها، و ای زیادت و نقصان نگفتن. اما وقد عرفت ان الخلاف في تحديد مسمى الخلاف النظري والصوري، وكذلك الخلاف في هذه القضيه، في هذه القضيه ذلك ام اختلاف صوري هست، لان الفريق الذي لا يرى زياده الايمان ونقصه که نمیبینه و مذهبش است که ایمان زیادت نقصان قبول نمیکنه، یو سرجه خود تسری میکنه که بین الناس یتفاضلون بالتقوى والعمل الصالح، کسانی فضیلت بیشتر پیدا میکنه به سبب عمل صالح و تقوا. یعنی مثلا شما ببینین یا کسی هست که اعمال خیریه را انجام میده،
مؤسسه خیریه جور کرده به مردم آب میرسانه، به مردم غذا و دوا میرسانه. یک کسی هست که اعمال انجام نمیده، طبعا کسی که اعمالی حسنه را انجام میده ایمانش تفاضل داره. او که گروه اول میگوید که ایمانش جات است، از این اشکال نداره. گروه دوم میگوید که ایمان این شخص و با شخصی که کارهای خیره را انجام نمیده فرق داره. یک کسی هست مثلا روزای نفلی میگیره، از همه محرمات خود را دور نگاه میکنه، در شب زنده داری داره، نماز میخونه، و یک کس تمام شب خواب هست و هیچ اعمالی نافله و دیگه چیزا را انجام نمیده، طبعا در مین ایمان این کس و کس فرق وجود میداشت باشه. جمهور میگوی که زیاد هست و گروه دیگه که امام بانی پر رحمه الله سینا میگوی که در ایمانش فرق هست، یا بگوی که ایمانش قوی تر است از او، یا هر نمی که میتین دیگه هر دو با اتفاق داره. خب تفاوتون فی الاجر و المکان عند الله، در نیز جالک کدام مکانات و مقام داره فرق میکنه. یقول ایمان تحاوی فی اقید تحاوی الیمان واحد و اهلو فی اصله سواون، ایمان یکی هست با اهل انها در اصلش برابر است، و تفاضل بینهم، تفاضل که هست در میان انها بالخشیت هست، تقوی هست و مخافت الهوا هست، مخالفت الهوا هست، مخافن است، مخالفت الهوا هست، مخالفت به هوا و هواس مخالفت کردن هست. خب دوستان عزیز، مسئله را دانستین که ایمان زیاد میشه یا نمیشه. جمهور میگوید که زیاد میشه و در این باره بسیار آیت ها و حدیث های بسیار سریع و واضح هم آمده. اما گروه دوم میگوید که زیاد نمیشه، اینا فقط به می حقیقت لغوی دیدن. حقیقت لغوی این هست، یکی حقیقت شرعی است دوستان، یکی حقیقت لغوی است، یکی حقیقت عرفی است. ایسا حقایق باید یاد بگیرین، بسیار مهم است، در هر جای از علوم دینی به کارتان می آید. حقیقت شرعی این هست که حقیقت لغوی هست که همه لغت به این دلالت می کنن. مثلا الصلات لفظ نماز، لفظ نماز در لغت به دعا میگوید، صلات معنای دعا است، و معنای حقیقت شرعی است العبادت مخصوص به هیئت مخصوص به ارکان و شرایط مخصوص، یک عبادت است به هیئت مخصوص، با این همه قیام و قعودش و سجده و رکوعش. خب اگر کسی حالا بیا بگوی که ما دعا بکنم، بس دعا که کرد بگوی که ما نماز خواندیم، تو میگوی که چطور خواندی؟ تو دعا کردی نماز نخواندی؟ میگوی اصفالت معنی دعا است که ما دعا کردیم نماز خواندیم خلاص شد. خب یه استدلال به حقیقت لغوی کرده، و یک کس باز میه نماز به ترتیبی که شرعی گفته میخوانه، و باز استدلال به حقیقت شرعی کردن، و این را باید داشته باشیم که حقیقت شرعی مقدم از حقیقت لغوی هستند. این گروه منتحوی و اینا به حقیقت لغوی دیدن، میگوین که ایمان تصدیق است، اساس ایمان هم تصدیق است، در همین تصدیق مردم فرق نمی کنن، همگی یک قسم است در تصدیق. اما به سبب ایمان یک تفاضل است، یادت نمی آید. خب دوستان عزیز، طوری که برده کتاب خودتان می آید، این قول راجع همیست که ایمان زیاد و کم میشه، بسیار واضح هست، حتی دامی تصدیق هم بارد. حالا شما ببینیم، شنیده که باشد مثل دیده، یک مثال هم هست فکر کنم، و در سوره تکاثر عین الیقین و علم الیقین و چیزا هم آمده. یک چیز مثلا دوستان عزیز، یک چیز شما میشنوین که فلانی چیز همیته یا پانتونی جامعی چنین هست، خب یک تصوری هم می داشته باشین، وقتی که من خودتان می بینین به چشمای سرتان دیگه تصدیقتان می زرپا می شود. پیشم تصدیق داشتین که در شهر هرات، در ولایت هرات، یک پانتون مشهور در سطح افغانستان به نام پانتون جامعی وجود داره. اما وقتی که می آین پانتون را از نزدیک می بینین، دیگه تصدیق تو بیشتر میشه، زیادتر میشه. خب قولی مرجو هست، یه قول که میگوید که پرخ نداره. خب
اصلا مسئله را ریشه مسئله چیست؟ ریشه مسئله میست که یک گروه به مؤمن بهی نگاه میکنه و گروه دیگه به مؤمن بهی نگاه نمیکنه، به ایمان نگاه میکنه. مؤمن بهی مثلا همین قرآن است، شما به ایمان دارید. خب به او که ایمان دارین وقتی که نزولش تکمیل شد، هم آیات ها نزل شد، با او می ایمان دارید. خب میگه که در قرآن دیگه باز زیادت چی نمیه دیگه، مؤمن بهی همین تو با او ایمان داریم و زیاد نمیشه. گروه دیگه میگه که نه، مطلب هم است که تصدیق بر قرآن با مؤمن بهی کار نداره، صحیح است دیگه، تصدیق بر قرآن که هست ازیاد و کم میشه. کسی هست که از ترجمه و تفسیر قرآن خبر نداره، ایمان داره بر قرآن، ولی اگر از ترجمه و تفسیر و معانی قرآن خبر شو ایمانش بیشتر میشه. و حتی میگم گفتم برایتان که در تصدیق هم زیادت و کمی هست، قوی قوات و ضعف هست. مثل که ابراهیم علیه السلام گفته ربی ارینی کیف تحیی الموتا، قال اولم تؤمن، قال بلا ولكن لیطمئن قلبی. و اشاره میکنه که اطمینان قبل قلب و ایمان قلب زیاد شد. وعلى أي حال فإن ظواهر النصوص القرآنية على بعضها ظواهر النصوص القرآنية والنبوية الشريفة تدل على أن اليمان يزيد وينقص. إذا لاتمكن من هذه النصوص قول سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا على ربهم يتوكلون. بدون شک از مؤمنان کسانی است که وقتی که لا یاد میشه در دلهاش خوف و ترس پیدا میشه، و وقتی که آیات های الله برانا تلاوت میشه ایمان اینها زیاد میشه. زیاد لفظ واضی زیاد تمامه و بر پروردگار خود توکل میکنه. در دیگه جای گفته الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادوهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل. وقتی که بانها گفته شدن در غزوه احد که مردم امی لشکر مشرکین پس گشته و تیاری کرده که بر شما حمله کنه، از اینا بترسین، زدم ایمان ایمانی صحابه زیاد شدن و گفتن که کافی است برای ما الله و بهترین نگهبان ما الله سبحانه و تعالی هست. و در دیگه جای الله سبحانه و تعالی گفته که والذی انزل السکین فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم لیزدادوا ایمانا مع ایمان و زی آیات ده. و من الحدیث الدال تعالی هذا قول نبی صلی الله علیه و سلم، نبی علیه السلام گفته که الایمان بیض و 70 شعبه علیها قول لا اله الا الله، بزرگتر و علاترش کلمه توحید است و ادنا ایمان خود لذادر کردنی یک چیزی از رسان و موزی از راه است و حیا که از شعبه از ایمان هست. خب حالا به مثال را فکر کنیم، یه حدیث ما برای شما بخواندیم، حالا هر کس میفهمه بیزه و سبرون هفتاد و اندی یا هفتاد و چند شعبه داره، کسی 20 شعبه داره مثل کسی که 40 شعبه داره برابر نیست، ایمان او زیاد است. کسی 15 شعبه داره، کسی 30 شعبه داره، شعبه حتما ایمان زیاد است. خب دوستان عزیز، بعض گفته که اکمل المؤمن ایمانا احسن هم خلقا، این حدیث هم هست. به هر حال به این ترتیب میرسیم به پایان درس، وقتی که برای درس داشتیم به انتها رسید. درسای آینده اگر فرصت بود عبارات دوام میتیم، اگر نی به بعضی موازی دیگه